سلام بچه ها، با یک ویدیوی دیگه از اسطوره ها و افسانه ها در خدمتتون هستیم. توی این قسمت میخواییم در مورد سه فرزند دیگر زئوس یعنی هرمس، دیونیسوس و آتنا صحبت کنیم. هرمس، فرزند مایا و زئوس، خدایی که پیام‌آور خدایان و سفیر اونها محسوب می‌شد. اون به عنوان پیام‌آور بین خدایان و انسان‌ها شناخته می‌شده. به خاطر کفش‌های جادویی که داشت، می‌تونست به سرعت بین مکان‌های مختلف حرکت کنه. هرمس دستی نیز در تجارت داشت. هرچند به عنوان فریبکارترین خدا شناخته می‌شد و به دزدی از خدایان معروف بود. چنگ معروف آپولو که تبدیل به نمادش شد و همیشه همراهش بود به دست هرمس ساخته شده. مادرش مایا دختر اطلس یک نیمف اقیانوسی بود. نیمف‌ها ارواح طبیعت بودند که در شکل زنانی زیبا ظاهر و در طبیعت زندگی می‌کردند. این موجودات را به عنوان خدایان کوچکی در نظر می‌گرفتند که در جنگل‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها و دیگر مناطق طبیعی زندگی می‌کردند. نیمف‌ها به عنوان همراه خدایان و قهرمانان شناخته می شدن و گاهی در عاشقانه های آنها نیز حضور داشتند. نیمف‌ها تجسم زندگی و رشد و ارزش های مرتبط با طبیعت هستند. گفته می شه سمله مادر دیونیسوس نیز یک نیمف بود. ولی در مورد انسان بودن یا نیمف بودن سمله هیچ نظر قطعی نمی شه داد. سمله از آبدین زئوس بود. یک روز که گاوی برای اون قربانی کرده بود، موقع شستن خونش چشم زئوس به سمله میفته و عاشقش میشه. در هیبت انسانیش پیش سمله میره و باهاش صحبت میکنه. سمله که از جلب شدن توجه خودش به اون خوشحال شده بود، از زئوس باردار میشه. هرا با شنیدن خبر بارداری سمله غرق در حسادت میشه. پس پیش سمله میره و بهش میگه که چطور ممکنه اون مرد زئوس باشه؟ تو که هیچ وقت اون رو در ظاهر خدایش ندیدی. این حرف سمله رو به فکر فرو میبره. پس شب هنگام وقتی زئوس به دیدنش میاد، ازش میخواد که در هیبت خدایش ظاهر بشه. زئوس در ابتدا قبول نمیکنه، ولی بعد به خاطر علاقش به سمله قبول میکنه خود واقعیش رو بهش نشون بده. شب بعد زئوس روی عرابه‌ای که دورش پر از ابر و سواقه های کورکننده بود به دیدن سمله میره. سمله با دیدن این زئوس از ترس میمیره. زئوس نمیتونه معشوقه عزیزش رو نجات بده، ولی بچه به دنیا نیومده‌ش رو نجات میده. ران پای خودش رو میبره و بچه رو تا به دنیا اومدن توی ران پاش بزرگ میکنه. در نهایت بچه از ران پای زئوس متولد میشه و اسمش رو دیونیسوس میذاره. دیونیسوس اولین نیمه خدا بین 12 خدای عالم بود. دیونیسوس به عنوان خدای شراب و مهمانی و شادی شناخته میشه. البته اون باغبانی نیز میکرد که به همین دلیل با نام خدای باغبانی و کشاورزی هم تعریف میشد. اون خدای دوست داشتنی بود که به انسانها روح و امید میبخشید و اونها را از ناراحتی ها و ناامیدی ها نجات میداد. دیونیسوس یکی از خدایان بزرگ به حساب میاد و در کل به عنوان خدایی بسیار پویا و رنگارنگ در اساطیر یونان باستان شناخته میشه. دیونیسوس پس از تولد به 12 خدای عالم میپیونده و همواره مورد احترام خدایان و دیگر موجودات قرار میگیره. و در نهایت میرسیم به آتنا. البته آتنا قبل از دیونیسوس متولد شده. مادرش متیس الهه پند و اندرز و خرد بود که با هوش فراوان و شجاعت بی‌نظیرش شناخته میشد. پس از بارداری متیس، زئوس ترسید که اون فرزند پسری به دنیا بیاره که به اندازه خودش باهوش باشه و در نهایت همونطور که زئوس به قدرت رسیده بود اون رو از تخت سلطنت پایین بکشه. پس متیس رو همراه فرزند به دنیا نیومده‌اش خورد داد. مدتی بعد از این اتفاق زئوس دچار سردرد وحشتناکی شد. برای درمان پیش تایتان باهوشی به اسم پروموتئوس میره و ازش کمک میخواد. پروموتئوس متوجه علت سردردش میشه و با یه تبر آهنی به سر زئوس ضربه میزنه و اونو میشکافه.
از این شکاف آتنا بیرون میاد و البته چون زئوس نامیرا بود با اون ضربه و شکاف در سرش مشکلی براش پیش نمیاد و خیلی زود دوباره به حالت قبلیش برمیگرده. زئوس بعد از اینکه میبینه آتنا دختره با خیال اینکه اون دیگه خطری برای قدرتش محسوب نمیشه اقدامی برای کشتنش نمیکنه و حتی تبدیل به بچه مورد علاقش میشه. چون زئوس معتقد بود که خودش تنهایی آتنا رو به دنیا آورده. ولی متیز درون زئوس میمونه و در نهایت تبدیل به بخشی از وجودش میشه و از دانش و هوشش به زئوس اضافه میشه. آتنا به خاطر هوش و توانایی‌هاش جزو 12 خدای المپ بود. از آتنا به عنوان خدای دانایی، جنگ، صنعت و هنر و همچنین محافظ اصلی شهر آتن که با نام اون نامگذاری شده یاد میشه. آتنا با سپر، کمان و نیزه مسلح بود و در نبردهایی که قهرمانان یونانی شرکت میکردن اونا رو هدایت میکرد. اون به عنوان الهه‌ای مهم و قدرتمند در سراسر یونان شناخته میشد. ممنون که تا آخر این پارت همراهمون بودین. امیدواریم لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون هم بفرستید. ممنون میشیم چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا در جریان آخرین پست هامون باشید.